با درود خدمت شما همیهنان عزیز، بخش سوم بررسی کتاب The Fall of Heaven، سقوط بهشت، که نویسندش اندرو سکات کوپر با هم دنبال میکنیم. دو بخشش رو قبلا به استعدادتون رسوندم. کوپر در صفحات 6 و 7 کتاب خودش که در آخر تابستان 2016، فقط تا به حال 3 ماه از تاریخ چاپش میگذره و امروز بسیاری از مردم و به خصوص جوانان از کمیت و کیفیت تأثیرات مثبت و منفی انقلاب 1978 که بیش از 37 سال از عمرش میگذره و خانواده هایشون به طور کلی ابراز نارضایی میکنند، اغلبشون میگن که ما امروز تقاص نادانی و ناسپاسگزاری های خودمان را از رژیم گذشته پس میدهیم. بررسی میکنیم در تنها در 10 سال اول در کتاب اومده بدور از کشته شدگان جنگ ایران و عراق لااقل 12,000 نفر زن و مرد و جوان ایرانی را رژیم تیرباران و اعدام کرد فقط در 10 سال اول. تا به حال الان رقمایی که میدن دیده میشه 83,000 نفره. کل این تعداد در 37 سال گذشته همونطور که گفتم فقط در یک هفته ژوئیه 1988 بیش از 3,000 زن و مرد و جوان رو رژیم آخوندی به خاطر عقاید سیاسیشون اعدام کرد. فقط در ژوئیه 1988 در یک ماه. صفحه 10 کتاب اندرو کوپر این رقم رو اطلاع رو میده. این وضع کماکان سالهاست که ادامه داشته. صفحات 10 و 11 کتاب کوپر. اندرو کوپر می نویسه در صفحه 38 که از پاییز 1977 تا تاریخ سقوط رژیم پیشین فوریه 1978 به دلیل مریضی مهلک شاه که قدرت تصمیم گیری های اساسی مملکتی را عملا از وی گرفته بود، بیشتر تصمیم گیری های مهم کشور در دست اولی حضرت فرح پهلوی و مشاوران ایشان قرار گرفته بود. اشاره من به تلفن های شبانه من به شاه در امور اخبار بی بی سی و فرستادن افشار وزیر خارجه به انگلیس برای ابراز مخالفت در مورد این کار. شاه تلفنی از من خواسته بود بی بی سی رو گوش کن، به من گزارش کن شب به شب. من گفتم که بی بی سی میگه شاه باید بره. شاه گفت چی کار کنیم؟ گفتم افشار بفرستیم بهشون بگین رادیو خارجی مداخله نمیکنه در کار کشور مستقل. رفت اونجا، اونا گفتن ما در کار بی بی سی نمیتونیم مداخله کنیم. اندرو کوپر در صفحه 43 کتاب می نویسه که میراث کوروش بزرگ و بزرگداشت نام و خاطره تاریخی او نزد ایرانیان دیروز امروز نه تنها به خاطر سامان دهنده امپراتوری ایران، بلکه بیشتر به عنوان یک انسان آزادمنش معتقد به حقوق برابر انسان‌ها و برقرار کننده عدالت اجتماعی که در منشور کوروش به خوبی دیده می شود، در ایران در طول 2500 سال گذشته کماکان حفظ شده و پس از قرنها همچنان در خاطره ها برقرار مانده است. کوپر از قول محمد رضا شاه در صفحه 43 یک کتابش می نویسه که تحت تأثیر پدر او در نوجوانی در سالهایی که در ایران به مدرسه می رفت حاضر نمی شد حتی صفحاتی از کتابهای درسی تاریخ در مدرسه را که به شکست ایران به دست اعراب در قرن 7 میلادی مربوط می شد بخواند. او آن واقعه را بزرگترین فاجعه تاریخی برای ایران می شناخت. کوپر در صفحه 44 با سرعت می رم که بتونم بیشتر اطلاعات بهتون بدم. 44 کتابش می نویسه که از ابتدای انقلاب مشروطیت آخوندهای متعصب تندرو شیعه از سر مخالفت با قانون اساسی جدید ایران برآمدند. آن را کفر
کفر و ارتداد اعلام داشتند و طی سالها هم بر همین برداشت خود باقی ماندند و دائم سعی خود را در نفوذ و گسترش افکار واپسگرایانه خود در سراسر کشور به کار بستند. در صفحه همش اطلاعات کوپر که براتون بخونم، در صفحه 157 کوپر می نویسد که ساواک از آنچه در مساجد می گذشت اطلاع نداشت و اصولا کاری به کار مساجد در کشور نداشت. همانطور که قبلا هم در این برنامه به آن اشاره شد، منبع و منشأ برخی از اعتقادات مذهبی شیعه خرافاتی در شاه که او را برای زیارت به مکه و کربلا و زیارت‌های مشهد و قم، حضور در مراسم عمومی روزخانی در ماه محرم، تصورات باطل دید صاحب زمان و امثال آن گونه افکار خرافاتی وامی داشت، نفوذ و افکار مذهبی واپسمانده خرافاتی او به مانند او برای خرافاتی مادرش که از خردسالی به مانند بسیاری از ما ایرانیان و تأثیر افرادی مانند شمس قنات‌آبادی بی سواد با پسگرهای فاسد که به خانه مادرش رفت آمد داشت در 15 سال پایانی رژیم گذشته می داند. اندرو کوپر در صفحات 57 الی 60 کتاب صحبت از نفوذ سیاست‌های مدرنیستی ضد آخوندی، توجه به حقوق زن و محرومین جامعه و نفوذ عقاید و اقدامات آتاتورک، رئیس جمهور ابتدای قرن 20 ترکیه در رضا شاه و خرسندی ولیعهد ایران محمد رضا پهلوی در آن روزها، از اقدامات بسیار مهم و اساسی پدرش در کشور به تبعیت از آتاتورک در زمینه کشف حجاب، ایجاد و گسترش دانشگاه، مدارس برای تعلیم و تربیت همگام همه فرزندان ایران، اعم از دار و ندار و دختر و پسر، ایجاد دادگستری مدرن در کشور، حذف تبعیض در امکان عمومی وضع قانون، حذف تبعیض در امکانات عمومی وضع قانون کار مدرن، دادن اجازه کار به زنان می داند. به نوشته کوپر در صفحه 88، به کار بردن عنوان سید یا سیده که از جانب برخی از ایرانیان در جلوی نام خود می گذارند برای این است که به طرف مقابل ملغا کنند که در مقابل یکی از فامیل و بستگان محمد پیغمبر مسلمانان جهان قرار دارند. البته در دوران اواخر دهه دوم قرن 21 این عنوان دیگر برای اکثریت مردم ایران با شناختی که آنها از اسلام واقعی پیدا کرده اند چنان عنوان افتخارآمیزی نیست و به همین دلیل نیز عملا کاربرد آن امروز در کشور شدیداً تقلیل پیدا کرده است. نوشته کوپر دارم میگم. مطالب مستند در مورد شورشی که به تحریک خمینی در تابستان 1963 15 خرداد 3 الی 5 ژوئن در تهران انجام گرفت و با گردن کلفتی اسدالله علم نخست وزیر وقت و آوردن نیروی ضربتی ارتش به دستور شخص او به خیابانها و دستور تیراندازی در صورت لزوم به سوی آنهایی که دست به خرابکاری و حمله به مغازه ها و مردم بی سلاح می زدند از طرف علم و نقش شاه، تیمسار پاکروان، آیت الله شریعتی و دیگران در آن جریانات و تبعید خمینی به خارج در صفحات 121، 113 الی 121 کتاب کوپر می بینید. کوپر در صفحات 122 الی 126 کتابش به تفصیل به نقش خمینی، بهشتی و علی اکبر رفسنجانی و فدایان اسلام در مورد ترور نخست وزیر وقت ایران حسن علی منصور می پردازد. کوپر در صفحه 131 می نویسد
که در دوران ریاست جمهوری لیندون جانسون از طرف واشنگتن به شاه ایران فهمانده شد، که این مطلبی که کوپر میخوان، آینده ایران نمیتواند حکومت یک فرد باشد. به او فهمانده شد که یا شاه مشارکت روزافزون مردم را در حکومت پذیرفته و تشویق و دنبال میکند، یا اینکه قدرت و مقام خود را از دست خواهد داد. دولت جانسون بهش پیغام میده، به پادشاه ایران. کوپر در صفحه 133 کتاب می نویسد که همزمان با تاریخ برگزاری تاجگذاری، مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی، 4811 نفر از مجرمین جنایی از زندانهای ایران آزاد شدند و چند نفر افرادی که مدت کوتاهی قبل برنامه ریزی ترور شاه را کرده بودند نیز در میان آنها بودند. در صفحه 148 کتاب کوپر از قول پرویز ثابتی، رئیس اداره بررسی های اوضاع سیاسی کشور در ساواک، که به طوری که کوپر می نویسد از جمله وظایف آن کشف و گزارش موارد فساد مالی در دولت و دولت مردان ایران بود، می نویسد از جمله، این مطلب کوپر رو می خونم، از جمله وظایف بخش زیر نظر ثابتی، میگه بخش زیر نظر من نه تنها شناسایی و مبارزه با مخالفان سرسخت رژیم، بلکه شناسایی و گزارش اسامی مفسدین حکومتی و موارد فساد در مملکت و مبارزه با بی‌عدالتی ها نیز می شد. مطلب ثابتی بود که گفت. کوپر ادامه می دهد که با اینکه خمینی در خارج کشور بود، عوامل سازمان اطلاعات و امنیت کشور اعمال او علیه رژیم را به طوری که می گویند زیر نظر داشتند. سپهبد نعمت الله نصیری، شخص مورد اعتماد شاه، ریاست ساواک را بر عهده داشت، تا اینکه در ماه‌های آخر عمر رژیم سپهبد مقدم به جانشینی او برگزیده شد. مطالعات کوپر حاکی از فساد مالی و کاربرد دروغ هم نزد سپهبد نصیری و هم نزد سپهبد فردوس است. صفحه 148. از قول پرویز ثابتی در کتاب کوپر آمده است که او میگوید من در بخش زیر نظرم در ساواک بارها گزارش های مستند در مورد افراد متهم به فساد در مملکت را در هر مقام و شغلی که بودند به رئیس کل ساواک که در آن زمان تیمسار نصیری بود میدادیم و به خوبی میدانم چه بسا که دفتر او آنها را بدون مطالعه و رسیدگی بایگانی میکرد و هرگز تا آنجا که من میدانم، ثابتی میگوید، به اطلاع شاه نمیرساندند. بازگو کردن جریان آشنایی من با آقای پرویز ثابتی و تقاضای من از اعلیحضرت برای دیدن ایشان به منظور گرفتن اطلاعات درست در زمینه موارد گوناگون فساد در مملکت برمیگردد به 7-8 سال قبل از انقلاب 1358 که به تفصیل در کتاب آتش نهفته آمده است. صفحات 23 تا 73 تا 76. از طریق تلفن خانم لیلی امیری ارجمند به من از نوشهر، من از اولیازت خواسته بودم که آقای ثابتی رو ببینه با این همه اطلاعاتی که داره و این اطلاعات ازش بگیره، چون از جای دیگه کسب نمیکرد. من ثابتی رو چگونه باش آشنا شدم؟ کمیته ایرانی حقوق بشر رو من درست کرده بودم در ایران. یه روز آقای ثابتی اومدم به کمیته ایرانی حقوق بشر و نشستیم راجع به مسائل حقوق بشر و زندانیان اینا صحبت کردیم. من دیدم آدمیه که راستگوه و باش میشه حرف زد، بنابراین اطلاعات زیادی در این سالها از او گرفتم. تا زمانی که تیمسار مقدم رئیس جدید ساواک پرویز ثابتی را به دلایل شخصی و خوشایند آخوندها بازنشسته کرد، مثلا
هشت ماه قبل از انقلاب، و خوشبختانه او موفق شد چند ماه قبل از انقلاب آخوندی کشور را ترک کند. صفحات 155-156 کتاب کوپر. اسکات کوپر می نویسد که در واقع دخالت‌های مستقیم امریکا در امور ایران علناً از زمان جان اف کندی و برنامه‌های اصلاحات ارضی، ارتقای حقوق زن در ایران، مبارزه با فساد، مبارزه با فقر، گسترش آموزش و پرورش همگانی در کشور و موارد دیگر از این قبیل از ابتدای دهه 1960 آغاز می‌شود. خب اینا کارهای خوبیه، ولی جای دیگه هم مداخله می‌کردن که خودشون نمی‌دونستن چی کار می‌کنن، همینطور که آخونده رو آوردن سر کار. صفحات 96 و 97 کتاب کوپر. در کتاب کوپر آمده است که پادشاه کلن در مورد سوء استفاده ها و فساد فامیل آنطور که باید حساسیت نشان نمی دادند. در صفحه 151 کتاب می خوانیم که اولیازت از این که سوء استفاده ها و فساد فامیل به اطلاع شاه نمی رسد شخصا حساسیت نشان می دادند. صفحه کتاب رو دادم، 151 کتاب. در صفحه 165 و 166 کتاب کوپر میگوید در گذشته در مواردی در زندانهای ایران زجر و شکنجه به کار برده میشد، ولی نوع و ابعاد آن هیچ گونه ارتباطی با کاربرد وسیع و وحشتناک این گونه اعمال در رژیم آخوندی کنونی ایران نداشت و ندارد. در صفحه 137 کتابش کوپر میبینیم که پرویز ثابتی جواب محکمی به مسئولین امریکایی در مقابل مداخلات مستمر آنها در امور داخل ایران میدهد. صفحه 327 کتاب ثابتی در مقابل مسئولین امریکایی مداخله در امور ایران رو جزی از حقوق اونها نمیدونه، به طوری که در صفحات مختلف کتاب به خصوص صفحات 326 الی 328 میبینیم تنها کسی در بین مقامات مسئول رده بالا محکم و استوار به دنبال برقراری و حفظ کشور در مقابل آخوندها و پادوهای چپ و راست آنها ایستاده بود در حقیقت همین پرویز ثابتی بود که او را به توصیه برخی از سردسته های انقلابیون آخوندی به دست تیمسار ناصر مقدم، رئیس جدید ساواک و شاید فردوست، آن روزها از کار منفصل و از کشور فراری کردند. اقلن 5 ماه قبل از انقلاب. کوپر در صفحات 258 تا 261 کتابش می نویسه که در درون رژیم هم در سالهای پایانی عمر آن ما بین برخی از مقامات پرنفوذ و بالا هماهنگی و تفاهم لازم وجود نداشت. او به عنوان یک نمونه به شک و تردیدهای خانم مهناز افخمی در امور مربوط به زنان، به کارکرد بخشی از ساواک که پرویز ثابتی مسئولیت آن را داشت اشاره می کند. تیمسار پاکربان، رئیس اسبق ساواک، می نویسد یکی از شخصیت‌های بالا، فهمیده، تحصیل کرده، انسان دوست، می نویسد که در سالهای پایانی رژیم پیشین شاه عمیقاً متوجه مسائل اقتصادی و سیاسی اجتماعی ایران بود. مشکل او از دیدگاه پاکروان تنها بودن او و متکی بودنش به نظریات گروه کوچکی بود که آنها نیز غالباً آنچه را که او دوست داشت بشنود به او می گفتند. ولی با این حال پاکروان می نویسد او بر این عقیده استوار است که ایران راهی جز به سمت و سوی دموکراسی و مردم سالاری و رشد سریع اقتصادی راه دیگری ندارد.
در گذشته و در حال. البته پاکروان که قبل از انقلاب فوت کرده بود. اسکات کوپر در صفحات 253 تا 254 کتاب خودش می نویسه که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران در 2 سال پایانی دوران رژیم پیشین بر این عقیده بود که حداکثر 2300 نفر تروریست ضد رژیم در سراسر کشور فعال هستند، در حالی که CIA تعداد آنها را در سال 1977 بیش از 1000 نفر برآورد می کرد و بر این باور بود که با پیوستن مداوم تعداد زیادی به آنها، آخوندها به طور مداوم به دنبال گسترش برنامه فلج کردن کلیه امور کشور هستند و توان خرابکاری آنها به خصوص توان خرابکاری آخوندها به خصوص در صنعت نفت کشور به طور دائم در حال افزایش است. خاطرتون میاد که قبل از انقلاب اولین چیزی که بسته شد صادرات نفت بود. کوپر در کتاب به خود این سؤال مهم را مطرح میکنه که آیا امریکایی ها این اطلاعات سرنوشت ساز را در آن روزها یه بسیار حساس به طور مستمر در اختیار مقامات مسئول ایران می‌گذاشتند یا نه؟ با آشنایی که از جریانات روزهای آخر رژیم پیشین ایران امروز در اختیار داریم، جواب سوال این است که خیر، آنها این کار را نمی‌کردند، بلکه با اطرافیان خمینی در پاریس و امریکا، با چمران، با یزدی، با قطب‌زاده، با شایگان و دیگران در پاریس و بنی صدر در حال دیدار و گفت و شنود و به خیال خودشان ایجاد تفاهم و زد و بند بودند. کتاب کوپر در مجموع محمد رضا شاه را یک فرد بسیار مذهبی که همیشه یک قرآن جیبی در جیب کتش قرار داشت، لااقل سالی یک بار به مراسم عزاداری و روزخانی عاشورا و تاسوعا می رفت، چند بار برای زیارت به مکه و کربلا رفته بود و گاه و بیگاه به زیارت امام رضا و حضرت معصومه می رفت و همیشه در سلام‌های رسمی چند بار در سال آخوندها را حتی قبل از نخست وزیر و هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و قضات عالی لطفه کشور به حضور خود میپذیرفت و برای آنها عزت و احترام خاص قائل میشد معرفی میکند. اسکات کوپر در صفحات 294 الا 295 کتابش مانند بسیاری از دیگر محققین قبل از او بر این عقیده است که قطع کمک حکومتی در مجموع سالانه حدود تا اونجا که من به خاطر دارم میدونم و شنیدم و خوندم و اونچه که کوپر میگه 35 میلیون دلار از خزانه دولت به آخوندها، یعنی دولت میداد و در زمان آموزگار که سالها جریان داشت نیز یکی از عوامل مهمه، یعنی قطعش یکی از عوامل مهمه مخالفت و بسیج آخوندها در آن روزها علیه رژیم سلطنتی به شمار میاد. اون کار رو جمشید آموزگار بدون مصوبه هیئت دولت انجام داده بود. صفحه 294 کتاب کوپر. او به همین ترتیب تایید اعتبار و دادن وام برای بازاری ها را هم قطع کرده بود.
تایید اعتبار و دادن وام به بازاری ها. مقدمات انقلاب خودمون داریم به این شکل، دولت خودمون داره به وجود میاره. اصلا من عضو دولت جمشید آموزگار بودم، یک بار توی دولت این مسائل مطرح نشد، هیچ ما اصلا نمیدونستیم. من برای اولین بار اینا رو در کتاب کوپر دارم میخونم، از زبان یک انقلابی واپسگرای اسلامی آن زمان به نام علی حسین اسکات کوپر مینویسد: ما باید کشور را به نقطه غلیان در می آوردیم، به این معنا که از مدت‌ها قبل از پیروزی هر 40 روز عده‌ای به شهادت می رسیدند. خب اینا را همه رو ما دیدیم. چون چند دقیقه دیگه وقت باقی مونده برام، در این جلسه میتونم به بخش چهارم قدری بپردازم، بعد اون وقت دنبال اون رو در روز بعد دنبال خواهیم کرد. اندرو کوپر در صفحات 318 و 319 کتاب نگاهی به زوال بهشت می نویسد که شاه هیچ وقت حتی تصور این را هم نمی کرد که با تمامی آنچه که او برای ایران کرده بود، خیلی کار کرده بود، ایراداتو به هر کسی ایراد وارد، ولی کارم خیلی کرده بود، اصلاح طرزی کار کمی نبود، دادن حق رأی به زنان و مساوات زنان و قاضی زن داشتن در اون زمان در ایران کار کمی نبود، رشد اقتصادی که ایران داشت رشدی در حدود حداقل 10.5 تا 12% در سال کار کمی نبود. تمام این تاثیرکردهای ایران در خارج کشور که سالها بود نمیخواستن میومدن به ایران، شروع کردن به برگشت به ایران، بالا بردن قیمت نفت در کنفرانس تهران که خودش ریاستش رو داشت و همه کشورهای نفت خیز اومده بودن نشسته بودن در مجلس سنای ایران، موافق و مخالف شاه، از الجزیره گرفته تا عراق و اینا همه نمایندگانش نشسته بودن و یه دفعه قیمت نفت رو 4 برابر کردن. قیمت نفت 50 سنت تا 2.5 دلار اومد تا رفت 7 دلار، از 7 دلار اومد آخر سر بود 21 دلار، یا 20 دلار یا 21 دلار. خیلیه. کمپانی‌های نفتی هیچ راضی نبودن از این کار، کشورهای غربی هم راضی نبودن از این کار. بنابراین محمد رضا شاه کاری میکرد که خیلی ازش راضی نبودن. خوب خاطرات علم بخونید، توی خاطرات علم به خوبی، چند 7 جلد کتاب خاطرات علم به خوبی نشون میده به شما که کارهای مهمی که این مرد کرد چگونه بود. آدمی وجود نداره که نقطه ضعف نداشته باشه، اونم نقاط ضعفی داشت، به برخی از اونها اشاره کردیم، ولی نقاط مثبت اخلاق و خلقیاتش، میهن پرستیش و عشق به ایران بود و همین رو در زنش هم القا کرده بود. اولیاءالله هم عین خودش میخواست خدمت بکنه به ایران، بلند میشد میرفت به جنوب شهر، تو جزامی ها میرفت. کدوم یکی از اینا این کارو کردن؟ شما عکس یکی از این سران این رژیم آخوندی رو دیدین بره به جایی که جزامی ها هستن بینشون بره؟ دیدین ازشون که برن به جنوب شهر این فقیر فقرا رو بهش تو خونه هاشون با تمام تبلیغاتی که میکردن؟ کوپر در صفحات 250 الی 255 به کمک‌های مالی و تعلیماتی به انقلابیون که مجاهدین خلق که امروز باز به دروغ دم از آزادی خواهی می‌زنند جزء مهمی از آنها بودند
که از کشور خارج، از جمله در اون روزها از لیبی، سوریه، کمک‌های مالی که انقلابیون می‌گرفتن که مجاهدین جزشون بودن، لیبی، سوریه، مصر، گروه‌های فلسطینی مثل یاسر عرفات و دیگران اشاره می‌کنه در صفحه 251 به خصوص. در کتاب کوپر آمده است که فقط به مجاهدین خلق که حالا ادعای رهبری و آزادی و دموکراسی و کثرت‌گرایی و در رأس مبارزان بودن و چراغاتشون هم دارن ور می‌دارن و از این صحبت هستن، در اون زمان فقط به مجاهدین خلق دولت لیبی از طریق سفارت خود در بیروت هر سه ماه 100,000 دلار، 100,000 دلار اون روزا میشه چند صد هزار دلار امروز، پرداخت میکرد. صفحه 251 کوپر می نویسد که البته خمینی مجاهدین خلق و فدایان و دیگر مخالفان چپ و راست و آخوندی رژیم شاه از سازمانهای جورج هباش، یعنی اینا تمام، خمینی، مجاهدین خلق، فدایان، دیگر مخالفان چپ و راست از سازمانهای جورج هباش، جبهه آزادی فلسطین، پاپولر فرانت فور لیبریشن اف پالستاین و شبیه آنها نیز کمک می گرفتند. کوپر به عنوان نمونه در این زمینه در صفحه 252 تنها به یک فقره که شامل 16 میلیون دلار کمک لیبی به خمینی از طریق پسر آیت الله منتظری انجام گرفته بود اشاره میکنه. 16 میلیون دلار اون زمان خیلی پوله. پول های دیگه. نوشته آندره کوپر صفحه 253، محمد حسین بهشتی و شخص خمینی و یاران نزدیک او لااقل در سال آخر عمر رژیم پیشین ایران تنها از بازاریان ایران روزانه 2,000,000 تومان کمک مالی جمع‌آوری می‌کردند. صفحه 253 کتاب کوپر، 2,000,000 تومان در روز. دیگه تنها از بازاریان ایران روزانه 2,000,000 تومان کمک جمع‌آوری می‌کردند. با اینا خب مسلمه که آدم می‌تونه انقلاب کنه با همین این پولا. در طول این سالها در خارج از کشور جز مجاهدین که پول هنگفتی از صدام حسین گرفتن و مقداری هم پس انداز در خارج داشتن و سرمایه گذاری هایی که تو پمپای بنزین در امریکا و جای دیگه کردن و دارن هنوز و اینا حالا ملتی میلیونر هستن، هیچ سازمان مبارزه دیگری چنین وضعی نداشته. حالا جالبی از اینجاست که این نمایندگان مجلس امریکا و غیر ازالک میرن در جلسات اینجا شرکت ما به طور قطع بهشون پولی میدن، 100,000 دلار، 200,000 دلار قطعا بتونید، غیر ممکنه که جز این باشه. در یک کشور دموکراسی روزنامه اینجا نمیان بگم شما چطوری میری تو جلسه های اینجا شرکت میکنید. مخبرین روزنامه های آزاد نیویورک تایمز و واشنگتن پست و لس آنجلس تایمز همشون سکوت اختیار کردن. کوپر در صفحات 219 الی 220 کتاب می نویسد در اثر برنامه‌های مذهبی که بسیاری از آنها را از سالها قبل خود رژیم پیشین ایران دامن زده بود. بله، رژیم پیشین ایران برنامه‌های مذهبی رو دامن می‌زد، روزخونه می‌ذاشت، پادشاه رو هم می‌بردن اون بالا می‌شوندن و اون وقت تو تمام تلویزیون رو پخش می‌کردن. مرتب پادشاه و ملکه رو می‌رفتن به مشهد، تو صحن عکسشون پخش می‌کردن، می‌رفتن کربلا عکسشون پخش می‌کردن، پا
پادشاه و اردشیر زایدی با هم رفتن مکه، لباس احرام شدن، دارن اونجا با لباس سفید دارن چیز میکنن، عکسشون پخش میکردن. بیشتر این خرافاتو خودمون دامن زدیم و از این به بعد باید بفهمیم که این کارا رو نباید کرد. و اینه که آخوندها خب به نفعشون بود این چیزا، مردم رو میکشیدن همون کارو میکردن. در صفحات 219 تا 220 کتابش کوپر می نویسد در اثر برنامه های مذهبی بسیاری از آنها از سالها قبل برنامه های مذهبی که بسیاری از آنها را از سالها قبل خود رژیم به ایران دامن زده بود، مردم ایران به طور کلی در دوران انقلاب بیشتر مردمی مذهبی شده بودند. به مسجد، مراسم وعظ و زیارت و فای برنامه های مذهبی رادیو و تلویزیون می نشستند. کوپر به گفته خانم مهناز افخمی وزیر امور زنان در آن روزها اشاره می کند، بین صفحات 219 تا 220، که گفته بود که این گفته ایشون رو میخونم، کوپر کد کرده، یعنی این گفته رو گذاشته: ما به مذهب نیاز داریم و نباید با سرعت به جهتی حرکت کنیم که با فرهنگ کشور ما هماهنگی ندارد. آره، آزادی با فرهنگ کشور ما هماهنگی ندارد. بنی آدم اعضای یک پیکرند از کجا اومد؟ منشور کوروش از کجا اومد؟ کوپر می نویسد که حالا خانم مهناز افخمی بعد از سفرش به کربلا و مکه برای زیارت این گونه لاتائلات را برای تأثیرگذاری در مردم پشت سر هم بیان می کند. وزیر زنان که این آخونده بهشون براشون هیچ حق و حقوق و آزادی قائل نیستند، که اومده بود که آزادی زنان رو توسعه بده، که تبعیض و جلوشو بگیره، آقای کوپر در صفحات 219-220 این چیزا رو می نویسته راجع بهش. من نیستم که بگم و یک ایرانی نیست که بگه. خب، با توضیحاتی که امروز براتون در زمینه های دیگر کتاب کوپر دادم، بقیه برنامه رو در هفته آینده دنبال میکنیم. و من از تلویزیون اندیشه خیلی تشکر میکنم برای ساعتی که صرف این موضوع کرده و این برنامه ها کرده. از آقای درمانی و از آقای کاردان تشکر میکنم و امیدوارم هم میهنان این برنامه رو ضبطش کنین و بین دوستانتون پخشش کنید و تو اینترنت بگذارینشون. باید با این چیزا خوب آشنا بشیم ما. در تمام این سالها من کتابی مانند این کتاب ندیدم و من نویسنده این کتاب رو ندیدم، نمیشناسم. نه اسم منو جز 60 نفر ایرانی، 44-45 نفر ایرانی و 20 نفر 21-22 نفر خارجی که باهاشون رفته نشسته و مصاحبه کرده، من یکی از اونها نبودم. و فقط در اصل این که دیدم که خیلی منصفانه مسائل که مربوط میشه به کشور ما و به مبارزات آزادی خواهان ایران امروز در این کتاب مطرح کرده، اومدم این کار رو از دوستم نادر درمانی خواستم چند برنامه بذاره و اومدم با شما در میان میگذارم. علاوه بر این، علاقه که دارم اینه که در چند دقیقه که وقت باقی مونده، من تعدادی کتاب تو اینترنت میبینید، کتابای منو، از مبارزه با اپارتاید و تبعیض نژادی شروع میشه تا حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی در تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد،
تا کتاب حقوق بین الملل هم در ایران که تدریس می شد، کتاب سه جلد کتاب سازمان های بین المللی هم که در ایران تدریس می شد. این کتاب ها رو به شما توصیه می کنم. خیلی از مطالب کوپر در گوشه هایی، نه به هیچ وجه نماننده کتاب کوپر، اون استثناست، اینا استثنا نیست، ولی این کتاب ها بهتون توصیه می کنم. Defying the Iranian Revolution، منوچهر گنجی. این کتاب در حدود 11-12 سال پیش از چاپ اومده. اونایی که فرانسه هستید، فرانسه زبان هستید، Être personne، معنی و مفهوم ایرانی بودن بعد از انقلاب آخوندی در ایران. این رو من در سال 1994 نوشتم و در فرانسه چاپ شده. و همچنین بهتون قبلا گفتم آتش نهفته. آتش نهفته چاپ جدیدش به زودی بیرونه، میتونید سفارشش بدید. خیلی از این مسائل در کتاب آتش نهفته هم هست. خوب، برنامه بعدی ما به روز بعد موکول میشه در همین ساعت. با آرزوی سلامتی و موفقیت در مبارزه برای آزادی ایران برای شما هم میهنان عزیز.